برعکس یوتیوب داریم میریم داونتاون با دو دوربین سکسی با سه مرد سکسی. یه سوال اول داستان ازت بکنم. بپرس. وقتی که یکی جیرات بد میپیچه یا داره آروم میره، اولین فکرت به سمت یه چیز چی میره؟ مامان یارو ها؟ فوش بدم من ندنش. نه ولی نه اون طرف فکر میکنی کجاییه؟ یه رابطه سنش با جنسیت کجاییه؟ فکر میکنی جمع‌بندی میکنی یا نه؟ جمع‌بندی نمی‌کنم. شواهد نشون داده که هر دفعه یه خانم خیلی موقع ها میتونه از طرف آسیا باشن. ولی واو خانم ها ماشاءالله رانندگی. آقا النا خدایی دیگه دیدی زن خوبیه باشوره. 10 بار نشوندمش این ماشین، بهش گفتم النا این ماشین ماشین نرمالی نیست. این ماشین پروداکشنش تویوتا نیستش، هاندا نیست، اینا تجربه ندارن مثل اونا. یه ماشینی درست میکنن لیمیتد میدن بیرون، شاید مثلا چم 10000 تا فروش دارن، عدد بالا نیست، واسه همین خیلی راحت چیزا میتونه خراب بشه. خیلی بلی لیبل لاش بذاری. مثلا اینکه چیزی که آقا این ماشین رو اسپسیفیکلی مال منو باید 5 دقیقه روشنش کنی قبل از اینکه راه بیفتی، خیلی مهمه گرم شه. یعنی ماشین قدیمی میمون از این نظر، چون انجنش انجین فراریه، فراری که احتمالاً اون موقع دیزاینش کردن با اون کانسپت میاد جلو. دیگه من نمیدونم دیتیلزش رو، تو خودت نیست، اینو نمیتونه بگیره، روشن میکنه میره. بعد بهش میگم چون میگه کار داشتم، میگم نمیفهمی، فکر کن چرا قرمز بود، میتونی چرا رو رد کنی اگه کار داشتی؟ میگه نه. میگم خب چرا اینو نمیتونی بفهمی چرا قرمزه؟ بعد مثلا ماشین رو 8 بار با خودش برد بیرون، توی این 8 بار 6 بار وقتی برگشت چک انجین لایت اومد جلو روشن شد. بعد یه بار وقتی رفت زنگ زدم گفتم که ببین دوباره هم بعد ترمز کردی بالای کوچه، هم گرم نکردی. گفت بابا اصلا اینقدر این چیزی که تو میگی نیست. بلکه قد کردی من خیلی ناراحت شدم. گفتم بابا این بنده خدا رفته بیرون، من همه بهش گیر میدم، فاک دیگه ماشین دیگه بذار خرابش کنم. بلکه این اومد خونه گفتم اصلا خیلی مهربون، گفتم روزت چطور بود؟ گفت خیلی خیلی بد بود. گفتم چرا؟ چی شد روزش بد بود؟ گفتم چرا؟ گفت بعضی که با تو قد کردم دو سه تا بهت فوش دادم، بعد 3-4 دقیقه بعد چک انجین لایت یا خوش روشن شد. مثلا آخرین باری که بردیمش سرویس این ماشینو مثلا خرجش شد 27,000 دلار. ولم کن به خدا. زنگ زدم میگم ترمز چنده؟ میگه 7,000 دلار. میگم تکس هم میخوره روش؟ میگه نه فقط پارت. این 7,000 دلار شروع شد. بعد 2,000 دلار بدی وصلش کنی، 9,000 دلار، 9,000 دلار باید 1,300 تکس بدی، 10,500 خرجش واسه که ترمز عوض کنی. بعد کاست ترمز این آدم مریض و ترمز کرده، من گازم که داشتم حالا داره گاز میده. مادر هر زن دیگه ببین ناکن تو شش ناکنی الان یه خانم دیگه حتا. خلاصه رانندگی رو متوجه نشد دیگه. بعد بهش گفتم که آخر گفتم من جمعه ازت میخوام، تو نمیتونی این ماشین رو رانندگی کنی. خوشم قبول کرد. گفتم من رانندگی نمیکنم ماشینو، چون که هر دفعه رانندگی میکنم واسه اون چند هزار دلار خرج داره، من ترجیح میدم رانندگی نکنم. منم گوشه نمیکنم، ماشین خوب میشه خودش. حالا اینو بود بگم برات جالب باشه. رفتم چون یه بار با یارو اسکپتیک اومده بود تو پادکستم، یه بار در مورد همون گفت زن های راننده بدین اینا خیلی بدترن. میگم ما اینا رو میندازیم مثلا، خب چرا اینا مثلا پیش زمین و پیش گلد و پیش میاد؟ ولی خیلی آمار رو نگاه کنی بخونی واقعا مردا به مراتب بیشتر تصادف کرد. نه خب درصد بگو از 100% مردی که رانندگی میکنن 7% تصادف میکنن، از 100% زنایی که رانندگی میکنن اینقدر. اون درصده من فکر میکنم مال خانم‌ها کمتر باشه، ولی اون عدده فکر میکنم مال مردا بالاتر باشه. من آمارو خیلی قبول ندارم، من که خودت تمامشو اینوالو بشی بدون این قشنگ کرده. بابا سیستمای خیلی علمی هستش برای همین آمار دیگه. نه اونقدر علمی نیست بابا، دوستام همه دکتر مهندسن، باشون حرف میزنن. من که دوستام واسه یه دونه واسه دانشگاه SFU 56 قوی ترین دانشگاه دنیاست از 1950 به بعد، داشت واسه لب دکتری اینا کار میکرد. خوشم الان دکتره. اینجا هم وید سود داریم. بعد یه چیزی رو از یه باکتری باید عکس میگرفت توی زیر میکروسکوپ، بعد یهو براش جاوافر اومد که مثلا فلانجا باید بری، بعد فهمید که مثلا 3 روز دیگه میخواد بره. بعد چون نمیخواست کار کنه بعداش از عکسای این باکتری ها فوتوشاپ کرد. خوش باشه خوری چرخون این نمک کرد فوتوشاپ زد. بعد ایجاست هپن اون دانشگاه دنبال اون عکسه بوده، یعنی دقیقا مثلا این خالش اونوری باشه. ببین تا 1 سال به این ایمیل میزنن که دادا تو چه جوری عکس گرفتی، ما 1 سال داریم سعی میکنیم یه کار تو رو دوباره انجام بدیم نمیتونیم. اینا میگن من نمیدونم بعد چی بهش میگم. میدونی
واسه همین نه دیگه جواب نده، واقعا همه یه دایوسی مثل من تو بالا سرشن مای خوباشونی میگه ببین چه کساکاری اونجا داره. بابا آدمایی هم هستن که بابا فقط از لحاظ علمی برای پیشرفت برای کمپانی خودشون شده، حتی برای انفورمیشن خودشون. حالا خب من میگم درصد چقدره، بگو چند درصد. الان یادم نمیاد درصد، نامبر گفتی، گفتی نامبرش بیشتر، نامبر مهم نیست، درصد بگو کلا. ولی میگم دیگه تو درصد ها مردا خیلی بدتر میرونن. خب من تمام تاکسی ها مردن. آه تو مدنه چون مرد بیشتر اون yeah, هسته احتمالی که نه احتمالی 100% احتمال تصادف مرد بیشتره. ولی خانوم ها کارشون چیه؟ از خونه بره تو سوپرمارکت بره خونه رد تو اونجا تصادف میکنه. خب دیگه کاما لطفا ایشونو کنسل کنی زیرش کامنت فوش فوش پدر رو پسر بدم. نه راننده خب خوبم هست. خب من میفهمم همه نوراننده هست، ولی من چیز شخصیم، من که دیوونه نیستم با زنا گیر بدم. من همیشه هر کیم زنا گیر میداد میگفتم تو برعکی گیر میدی. بعد هر دفعه یکی چراغ قرمز باید بره نمیره، چراغ سبز رو باید وایسته نوای نمیسته، نمیدونم. به این میگن سلکتیو ریزنینگ، تو داری انتخاب میکنی کیا اون منطق اپلای میکنه به طرز خط فکری نه. تو من می... نه من نه 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 تو همین بحث همیشه همینجوری تو میگه من چون تجربه کردم اینو. این چی گفتی؟ اینترودینگ سرویس چرا چی شما؟ ما نه همیشه دینگ گفتم. تو میگم شی منطقت اینجوری که من تو اینو تجربه کردم در نتیجه فلان درست نه همش... نه من میگم من میگفتم زن و مرد مساوی هر هرکی رانندگی خوب و بد داره. بعد وقتی توی لایف هم تو 10 سال 3000 بار به خاطر یه راننده دیگه به نام بیناموس شدم، از اون 3000 بار 2300 باشون خانوم بودن 700 باشون مرد، گفتم آقا پس 4 به 1 خانوما بدتر رانندگی میکنن. آمارم هم قویه، از اون آماری که تو میگی قوی تر اتفاقا چون هیچ بایاسی توش نیست، رندومه. یک تو مکزیکو یک با آمار تو مال شهر کوکودلم 3000 نفری که اینو انتخاب کردن چقدر راست بگن، مال من خیلی واقعی تر از اون آماره. به خاطر اینکه میگم جاهای دنیای متفاوت، کالچر متفاوت، وسایل نقلیه متفاوت. چی ما خانوم دوره برامون میبینیم؟ میگه 500,000 accidents that occurred men were responsible for causing 60% and women for 40%. Men probably are responsible for 70% of the driving in the world. بس ناکن نشون میده زنها بیشتر تصادف میکنن همین آمار خوده. خب نمیگه که چند تا مرد چند تا زن داره. الان آمار اینه که دقیقاً اگه 2 میلیون تا زن رانندگی میکنه 2 میلیون تا مرد رانندگی میکنه، ولی این نیست دیگه. مثلا واسه تست میری یه کمپانیه که کارش رانندگی رو اگزمپل میکنی، مثلا چاکینگ. چاکینگ چند درصدشون زنن چند درصدشون مردن؟ اوکی چاکینگ دوست نداری، تاکسی رونی چند درصدشون مردن چند درصدشون زنن؟ دیگه چه کاری هست که ماشین دلیوری چند درصدشون مردن چند درصدشون زنن؟ پیتزا دلیوری چند درصدشون مردن؟ من 5 سال دلیوری کار کردم، یه دونه زن درایور دلیوری داشتیم که فکر کنم واسه 2 ماه کار کرد، یه دونه 2 ماه دسته. پس با چیزی که نشون میده کمپانی گنده میگه میگه differences in accident rates میگه there are several میگه چندی دلیل هستش که مردا تصادف میشه کنم. گفت مردا چون مایلج بیشتری رانندگی میکنن در سازنا احتمالش اینه که بیشتر در اکسیدنت داشته باشن و حتی مردها به خاطر اینکه مثلا ریسکی تر برخورد کنن توی چیزشون توی رانندگیشون بازم اونم احتمال تصادف بیشتری میده و بازم چون سیفتی بلت مردا کمتر استفاده میکنن اونم باعث میشه که بیشتر اینجر بشه. آره پس از این میفهمی رانندگی زنا بدتره مردا بیشورترن. دی او آیز و فلان مردا خیلی بیشتره خیلی مست. خب نه میگم از این میفهمی مردا بیشورترن خانم رانندگیش بدتره. نه بدن مردا قاطی کنن نه ما بیشور نیستیم، ما بیشوریم. من خودم اگه کسی نباشه کمدمو نمیبندم، بوقم بزنه میگم خفه شد. فکرم کردم برم یه چیزی برم یه دونه مازاراتی پیدا کنم، بعد برم این کمرشو ببرم که این سگکش داشته باشه وقتی کسی فقط اونو بکنم تو کینی بیب نکنه اینم راحت باشه. یعنی ببین تا اینجا فکر کردم. خب از اینجا میفهمی که آدم مرد بیشوره. آقا دیگه دارن ناراحتی نداره که ما بیشوریم قبول. از اون برم میفهمم خانوما رانندگیشون بدتره کلا. به نظرم یه آمار یه پولی بذار اینجا. نمیخواد آمار چی؟ من تا حالا 100 تا زن دیدم دور من رانندگی کردن 100 تا آدم دیدم. که آدمی که شنوندای من دوست پسرم دارم تو ماشینش میشینی میخوای بالا بیاری. شما چی فکر میکنی؟ خب خانم‌ها همه میگن نه اشتباه میگی، پسرا میگن درست میگی. ولی من با فکت با علم بیان حرف بزنم. خب... تو کونتون مثل استاد حرف نزنید. خب نه این علمه. وقتی تو 30 سال تجربه رو داری جوس میکنی هر دفعه خیلی اسپسیفیکلی به اینو پی اتنشن کردی. خب آیا... تو هم 30 سال که از داری آمار مثلا باید بگی کوکیتلمو داری میگیری، داری ونکوور. نه دیگه من این همه جای دنیا، من دو تا کشور دنیا زندگی کردم. بعد این همه سفر میری. و من سفرهایی که میرم همیشه 2 هفته 3 هفته همیشه ماشین دارم. من رفتم نیویورک فاکه اون زنی کردن رفتم ببینم. من نمیدم توریستی مسافرت، من میدم
میخوام ببینم یارو که صبح میره سر کار این جاده رو میخوام ببینم. من وقتی میبینم مصطفی همیشه مثلا جالبه که مردم میرن تو یه هتل میشینن تو استخر میگن رفتی فرانسه دیدی، میگم تو هیچ چیز فرانسه ندیدی. نه رفتم لوور هم دیدم. میگم دو دفعه دو تا جای توریستی شدی تو جایی ندیدی. من با علیرضا رفتم مهمونی که تو مثلا شهر بغدادی با 45 دقیقه رانندگی میکنیم بهش برسیم. با امیر حسین تو فلان رفتم فلان، هر جا که میرم رفیقای خوبی دارم، میرم چند وقت طولانی میمونم، واقعا اکسپریانس میکنم. میگم من نه با کسی بدی دارم نه با کسی خوبی دارم. من اگه خانم رانندگیش خوب بود همش به سرها مسخره میکردم، خاک بر سرتون که انقدر بیوزه نمیتون رانندگی یاد بگیرید. الان اونوری دخترها رو مسخره میکنم، تو ماشین هر کی میشینم مسخرهش میکنم، بعد بهش بر میخوره. میگم خیلی خوب بس بیا مرد مامان اینجا. میگم اینجا که دیدی اینطوری میکنه. میگم چی شد الان؟ میگه آخه یهو پیچید. میگم نه تا اگه ترمز نمیده هیچ چی نمیشه. اینجا وای میسه سه تا ماشین فاصله میذاره. میگم خب چرا انقدر فاصله گذاشتی؟ خب حالا وایسادم دیگه. میگم نه الان یه ماشین نمیتونه بپیچه چپ، چرا به این فکر نمیکنی؟ او حالا کی به اون فکر میکنه؟ یه سوال، اگه کسی برای تو آمار بیاره، کلی تحقیق بیاره، قبول میکنم آن دی اسپات. قبول میکنم. آره ولی امکان نداره، چون من نمیتونم انقدر خاص باشم که من انقدر شانسی بودم. همه 20 سال 20 سال تجربه زندگیم فقط اتلاینر دیدم. اصلا چیزی امکان نه من فقط دیدم کانسنتریشن چیز بیشتر بوده تا یه جای دیگه یه جور دیگه بوده. من خواهم اینو بدونم، یعنی بخواهم بحثی که بخواهم بهش برسیم اینه که خب آدم وقتی که این پیش قضاوت ها رو میکنه در مورد یه آدم. اینا پیش قضاوت نیست، اینا من اوییدنس رو دیدم فهمیدم اینطوریه. خیلی فرق داره. خب اوییدنس رو باید الان بعد مثلا که مثلا ما یه دونه میخوام برین سفر بگی یه مرد باشه و یه زن باشه و قرار باشه که موموکا و پاشو سوار ماشین بشیم که نبره با اون پت آقای برو بس. معلوم آف کورس یعنی اوییدنس. مگر اینکه بدونم دو دفعه نشسته باشم میگم او این راننده خانم خیلی راننده خوبیه، این آقای به درد نمیخوره. ولی اگه مثلا اینجوری بهش نگاه کن، ما توی اتاق زندگی میکنیم، این ورمون یه سری حیوان عجیبه که تا حالا ندیدیم گاون، این ورم یه سری حیوان عجیبه که تا حالا ندیدیم خرسن. بعد من میگم که رامین من نمیدونستم این حیوانات چطورین، ولی هر وقت دیدم یه خارکسی رفتیم و کشتنش من فکر کنم اینا کشتنن. تو میگی نه تو داری استریوتایپ میکنی، تو نباید، تو داری فکر میکنی مثلا وقت خرس دیدی کشنده است. میگم نه من دیدم خرسا کشتن، میگم اینا میکشن. من با این آیدیا نبودم که بذار ببینم. من فکر میکنم خانما رانندگیش خوب نیست، بذار ببینم ببین داره بعد میره او اینا او مردی چی نگی میچ نگی. نه من واقعا هدف نگاه کردم. مگه مشکل این طرز فکر وقتی حالا وقتی که جمع میشه به یک نتیجه گیری که بعداً تو ناخودآگاه تو اپلای میشه به رفتارت، با حالا بگیم یه جنسیت خاص یا نژاد خاص یا یک سن خاص، هممون هم این کارو میکنیم. خب الان مثلا چی میشه مال من مثلا باعث میشه به موموکو بیشتر رانندگی یاد بدم، این کجاش بده؟ من موموکو رو یه ماشین میخرم میبرمش بیرون، میگم موموکو من احتیاج دارم تو با 80 کیلومتر دور بزنی بفهم خطرناک نیست. من احتیاج دارم نری سمت راست کوکوی بپیچی کوچه چپ، از چپ بپیچ چپ ماشین میچرخه. دو دفعه بهش نشون بدم کن بذارم کنار رو نذارم تو پارکینگ بفهمه او اوکی. حالا میگم حالا لزومی نشه واسه ماشین، ولی وقتی که شروع میکنی یه جنبدی کردن در مورد یه چیز خاص باعث میشه که نتونی توی اون اندیویجوال بیشتر وابسته. یه جایی میخوای صحبت کنی با یک کسی و تو اوردی یه پیش زمینه یا پیش قدرتی داری مثلا به اینکه جنسیتش چیه یا نژادش چیه یا فلانش چیه، و تو اوردی همه اون هم این کار رو میکنیم و ناخودآگاه اصلا اینجوریست که اصلا نظرک که تو هر کسی باش حرفیده داری همزمان داری یه رفرنس تو تاریخی و تو حافظه خود داری میگذاری تمام آدمایی که شبیه این بودن یا افکاری که شبیه این بودن یا جایگاه اجتماعی شبیه این بودن، تو همش داری آنالیز میکنی دیگه. ایم از همه پوینت من اینه که وقتی که اون ولی به حدی میرسه پیش قدرتات که میگه آقا اینا که دیگه اینجور آدم ها اینجوریان، شاید باعث بشه که نتونی به آدمی نزدیک بشی به خاطر اون ترس اون پیش زمینه. میگه آقا این آدم ها مثلا شنیدیم که آقا مثلا پول با پول بدن مثلا. خب نه من آخه بهش اینجوری نگاه میکنم خب یا ممکنه یه کانکشن خیلی خوب مثلا با یه پارتنر خوب مثلا با یه دختری میخواید دوست چی که مثلا خب آره من پارتنرم هست بهش ماشین نمیدم. فکر میکنی مثلا خانم من خونه نشون میده دارم نمیخواد مازارتی ببره؟ فکر نمی‌کنم کلاینت دلش بخواد سوار مازارتی شه؟ من فکر عقل نمیرسه به این. من دوست داشتم میتونستم، ولی وقتی 5-10 بار چای کردیم نمیتونه درست رانندگی کنه، خیلی سیمپل بهش میگم آقا بریکینگ تو باید یه خورده عوض کنی. من الان 10 تا ماشین بده من واسه 10 تا مدل متفاوت رانندگی میکنم، برای اینکه رانندگی و رانندگی فرق داره. خانم بنده یه نوع رانندگی داره، حالا این رانندگیش نمیتونه این ماشین رو هندل کنه. من با تجربه‌ای که دارم دیدم خانوما آن اوریج این کار براشون راحت نیست. حالا چون که مایلج کمتری رانندگی میکنم میتونم بگم اکسپریانس کمتر دارم، پس
یا هر چی دلیلش هست، من دلیلش رو نمیدونم. من انقدر اینو دیدم، پس حالا وقتی خانم من پنجم میده دیگه دوباره امتحانش نمیکنم. تو حتی میتونی آرگیو کنی اونوری که بگی کسخل تو که میدونی خانمان امتحان نمیکنن، چرا 10 بار چای کاری بزنه هر 10 بارم اون فیل کنه؟ پس من اون چیزی که تو فکر میکنی اونجوری بهش نگاه نمیکنم. من میگم میفهمم که اوکی خانوما آن اوریج امکان داره توی رانندگی بدتر از مردا باشه، حالا براشون ترسناکتره چون گیمینگ بازی نمیکنن، براشون راحت تر نیست. حالا من نمیدونم ریزنینگش که چیه، نمیگم. تو به هر خانومیو تو بچگی بشینی بگی آقا تو قراره بزرگترین و قوی ترین راننده دنیا بشی و بهش ترینینگ بدی، قوی ترین راننده دنیا اون خانم خواهد شد، تو این شکی نیست. ولی ما تو همچین دنیای توهمی زندگی نمیکنیم. تو دنیای امروزی دختر 16 ساله میشه میره یک کلاس $600 میده، چهار تا بقیه مرد کسخال میشینه اینجا میره بهش یه چیزی دو تا چیز میگه، همینو یاد میگیره دیگه، میخواد لین چنج کنه اینجوری میزنه و میره دیگه، کاری نداره. الان آقا من داره یارو 260 اون داره تو آینه داره میاد، اون نگاه میکنه اینجا نیست، میگه من میتونم برم. بعد من بعد بکنم ترمز میام اینجا، میگه خب برای چی الان لین تو عوض کردی؟ بعد میام نگاه میکنم میبینی خانومه، اون یکی میبینی خانومه، بعد که یه خانم 100 اون دیدم گفتم که آقا خانومه تندنسی دارن که من نمیدونم چرا رانندگی رو جدی نمیگیرن، نمیفهمن که این یه دونه ریوره که ما همه توش قاطیم، خودشون رو فقط میدونن. من دارم مستقیم میرم دیگه، یه سری هم دور و برم، من اینا کاری ندارم. من احساس کردم خیلی آدما اینجوری رانندگی رو میبینن، خانوما هم اسپشیالی. بعد دیگه ولی الان فهمیدم ببین همونجوری فهمیدم خانواده ما، مامانم بهترین راننده است خانواده ما، اونو تا بهتر میرونه. منم مامانم مثلا خود رانندگیش خیلی خوبه، برای همین مثلا میفهمم رانندگی خوب هست. ولی مثلا میگم مامانم وقتی چراغ قرمز میبینه گاز میده، هر چی هم بهش میگیش به اونجوری دلی نداره، میگه نمیدونم چرا. هر چی هم بهش میگی خب مثلا میگم مگه حرف میشم تو ماشین بعد یه حس فرمونو میچرخونم میخوره شیشه میشکنه، تو میگی سوهل جون این کاسخاری این کاری که میکنی خب اینی که باعث شیشه بشکنه این کاری رو نکن. او اوکی تو فکر میکنی من دیگه بکنم این کارو؟ ولی من مامانم میگم ما وقتی چراغ قرمز میبینید گاز نده، پات رو گاز بردار، بذار تو فاصله که داری گاز میدی خود ماشینش خوره کم شه، بعد به اون که میگی ترمز کن. میکنه؟ نه. چرا؟ تو جوابش رو فهمیدی منم میفهمم. هر یعنی یه تیک فقط تو فکت داری میزنی، یعنی تمام زندگی با یه اطمینانی حال میکنه. ولی همجد الانم چه تام مثلا علفرم کشیدم مثلا خوابم میاد تا انقدر داری حرف میزنی، از طرف حرفت برام تبدیل میشه به یه حالت مانترای آرامش بخشی که دیگه زونت میکنم و خیلی دقت نمیکنم چون همچنان ادامه داره. واقعا دیگه این کار یه تو خود میتونی یه رادیوی 24 ساعته بزنی، یه مایکروفون وصل کنی به خودت، فقط همینجوری هر صبح میتونی راه میری بکنی، یه بلوتوت شخصی سویل که وصل به دنیا، همینطور اگه حساسیت طرفت به این بلوتوت تو کانکشن فقط به صدای تو گوش کنن و طی روز که داری به حد دوره هر چیزی نظر میدی و حرف میزنی. بچه من بچگی عاشق مارکتینگ بودم، بعد همیشه همه چی رو خیلی نگاه میکردم دور و برم چه اتفاقی میفته، یعنی وحشتناکتر از اوریج. یعنی اگه اوریج مثلا میگم من نمیدونم 20 دقیقه اتنشن میده به دور و برش وقتی میره 3 روز توی شمال یه سفر، من 11 ساعت اتنشن میدم به دور و برم. یعنی وقتی من میام بیرون میدونم کدوم دیوارا سوراخ دارن، میدونم کدوم دیوارا پیچشون کج بود، میدونم کدوم در میکرد بسته میشد، همه چی خونه رو نگاه کردم، کی که میرفت دستشویی، اصلا هیچ کاری نداشتم. چرا؟ فقط نگاه میکردم، دوستشم بدم که اوکی این آدم اینجوری میکنه، این آدم اینجوری میکنه. او بعد مثلا وقتی میدیدم که آدم ها زیاد میان دستشویی میگفتم پس میفهمم که او بس سنت که میره بالا شروع میکنه بیشتر رفتن دستشویی، بعد مثلا برام جالب بود. و وقتی میدم آدم ها زود از خواب بلند میشن هرچی سنشون میره چون میفهمم که او سن که میره بالاتر زودتر خواب بلند میشه اتوماتیک. بعد ازش میپرسیدم ساعت 7 چرا پاشیدی؟ میگفت نمیدونم یه خانه بره. بعد از آدم سلام که پرسیدم فهمیدم که او تخت سنت میره بالاتر صبح از خواب بلند میشی دیگه هم نمیخوابی. اصلا من الان که خواب بلند میشم دارم خواب بخوام و بذار لذتشو ببرم. من موافق آدم اگر الان لذت نبره کی؟ این تجربه که خود تو 70 سالگی تو بازنشستگی که حالا بریم به سفر مثلا ایتالیا نه کیر درست راست میشه. آره الان وقت حالی که من با سوهک داشتم حرف میزنم توی تورنتو زندگی میکنه، با بچه ها هست میگرده، میگم کانادا هستش، با بچه های معروف هستش، یوتیوبر داره اشغال میکنه. گفتم احساس نمی کنم خوشحالی. گفتش که مثلا دارم میخواد این کار کنم اون کار کنم. گفتم داده به همه این چیزی که گفتی وقتی برسی برمیگردی حسرت این روزاتو میخوری. یه وقت صبح بلند میشدیم میرفتیم با فلان یه کافی میزنیم میبینیم چه حالی میداد. میس نکن این روزاتو، لذتشو ببر. آره من که واقعا خیلی خودمو در
لذت غرق کردم، ولی اونم آدم باید بپا تو لذت درست دیگه، نه فقط اون زیادی اعتیاد پیدا کنه، حالا چه به مواد، چه به دوپامین، راشای میدونی یه سری چیزا. به نظرم معنی واقعیش همین حضور داشتن در این لحظه، در این حال بودنه. آره آدم همین این اثر تو ترافیک با هم گیر کردیم، حالا چه بره به هیچی دیگه فکر نمی. مثلا من الان چیزی که حال میکنم با تو، اصلا به هیچی بیرون از اینجا فکر نمی کنم، بیرون از این ماشین مغز ما همینجاست و همین قرار نیست به چیز دیگه هم فکر کنم. من حال نمیتونم دیگه، من وقتی دارم با تو هم دارم به تو فکر میکنم، به جلومون و چی و همه چی دارم فکر میکنم، به اونوریام دارم فکر میکنم، بعد به اون درختام که کی قراره بزننشون بیلدینگ چیزشون بکنن هایویشون بکنن دارم فکر میکنم. خیلی هایپر ایچ خب ADHD من اصلا نمیتونی باور کنی که چقدر من مغزم مثلا از اون موقع تا دارم فکر میکنم اینا چی هست، تمام مدت 300 تا سناریو زدم، جعبه هاشون بالا پایین کردم، بعد جعبه هاشون یکی نیستن، یکیشون جعبه بزرگتر یکی کوچیکترن، اصلا یه سال میگم مثلا این چیه او فن، پشت همه چی آبی بود فقط. چه با الان تو این دور مینو باید بیاد فکر کنم بزودی. آره اینا ولی آره بلندن. خب میگم تو هم برای آرامش روح روان خودت هم هرچی بیشتر این هم رو مدیتیشن هم من برای همین به جوینت کلید کردم دیگه، جوینت رو زیاد آروم دوم آروم هم میکنه. مثلا این من تا حالا خیلی بار شده دوستان مثلا توی کمپینگ یا مثلا مسافرت هستیم یه جوینت چون میکنم میدن دستم میگن دود بزن، دارم راجع به همه چی چیز میکنم، آقا غذا اینه اون اینه اینو تو با سانسکرین بزن تو نباشه تو دندون تو سنده همه رو دارم اون چیز میکنم یا آروم باش شد تو فاکا با آروم باش. آره تو ما چه خب من خودم میفهمم، خودم مغزم درد میگیره بعضی موقع. آقا چه ساعت دو ترافیکه اینجا هستن راستی؟ من که یه خانم داشته رو هم قدم پاس دادم به تا. خب برابکس یوتیوب گل عاشق همه تونم روتان رانیدیتون رو بهتر کنین، هم پسر هم دختر، بدونین که میتونین بهتر باشین، اگه دخترین پرچم ببرین بالا که ما رو مسخره کنین دیگه دادا. بچه همین الان از بغل آمبولانس رد شدیم و ماشینی که تصادف کرده بود خانم بود، حالا این میگم شانسی بود، ولی فقط واسه خنده گفتیم بگیم.